عزیز و گرامی، یکی از فایده های ذکر وقتی که الله را یاد کنی، الله تو را یاد میکنه. فایده دومش برات بگویم، چه فایده داره ذکر بکنیم جناب مولانا؟ وقتی این ذکر اینقدر ارزش داره، فایده هایش را بگو. فایده اول، وقتی الله را یاد بکنی، الله تو را یاد میکنه. فایده دومش، وقتی الله را یاد بکنی، وسوسه های شیطان از قلبت بیرون میشه. خیلی جوان ها میگه پیام میمانند، تماس میگیرند، ورق میدهند که جناب مولانا ما نمیتونیم دست از گناه برداریم. وقت صحبت تو میشه ما تا 3 روز چار چیم، روز چارم باز به سمت گناه. تا 3 روز خوبیم، ولی باز روز چارم شوق گناه، محبت گناه در دل ما پیدا میشه. چی کار بکنیم؟ برادر عزیز من، شما روز جمعه اینجا الله را زیاد یاد میکنین. وقتی الله را زیاد یاد کردین، وسوسه های شیطانی از قلب میره بیرون. اگر شما تا هفته دیگر هر دقیقه و ساعت و روز و شب که میآید، اگر شما مصروف یاد الله باشین، مصروف ذکر الله باشین، این را بدانین که شیطان سر شما موفق شدن نمیتواند. چرا؟ به خاطر که رسول خدا میفرماید فاذا ذکر الله خنس، وقت بنده یاد الله میکند، شیطان فرار میکند، خود را پنهان میکند. شیطان فرار میکند، خود را پنهان میکند. پس وقت ما به سمت گناه میل پیدا میکنیم، محبت گناه در دل ما رشد میکنه، این زمان است که ما از یاد خدا غافل شدیم. الله در آیه 124 سوره طه میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. الله میگه آنهایی که مرا فراموش کردن، از ذکر من اعراض کردن، از یاد من اعراض کردن، افسردگی برایشان میتوم، زندگی طاقت فرسا برایشان میتوم، از زندگی خود لذت نمیبرن، تمام شیرنی های این دنیا را به کامشان تلخ میکنن، آخر چیکار میکنن؟ خودکشی. برمین از دنیای غرب و اروپا مطالعه بکنین، ببینین که در هر 3 دقیقه یک نفر در آمریکا و اروپا خودکشی میکنن. چرا؟ شیرنی های این دنیا را خدا به کامشان تلخ کرده، چون اونها از یاد خدا اعراض کردن. و در آیه 36 سوره شوراس الله میفرماید و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا. الله اکبر. اونهایی که اعراض میکنن از یاد الله، یاد الله را نمیکنن، الله میفرماید همنشین اونها شیطان میگردونه. پس جوان عزیزی که میگه من چه کار کنم، گناه نکنم، یاد الله کن، اصلا به شیطان فرصت نده. بگفته عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه، یک روز از خدا خواست، گفت خدایا چی میشود یک بار شیطان رو ببینم که با قلب من چی کار میکنه. الله دعایش را قبول کرد، تمام وجودش مثل شیشه جور شد. نگاه کرد عمر ابن عبدالعزیز که شیطان به شانه چپ نشسته است، هر وقتی که قلب و دل از یاد خدا غافل میشود، خرطوم خود را دراز میکند و سوزن زهر آلود خود را به قلب داخل میکند. وقت الله میگی، حضرت علی اشرف علی طهانوی رحمت الله علیه میگه وقتی بنده میگه الله، بگو یک بار الله، شیطان داخل قلب منفجر میشود، تمام وسوسه ها دور میشود. چرا؟ ارتباط با کی برقرار شد؟ الله. وقتی ارتباط با الله برقرار شد، دیگر شیطان میدان نمیماند، میدان را رها میکند، چون قلب را به الله واگذار کردی. به الله میگه پروردگارا این قلب مال تو، بیا. شیطان دیگر اونجا استاد نمیشه. الله اکبر. دوم فایده، شیطان را از تو دور میکند، شیطان از دست تو فرار میکند. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الله اکبر. ای آیه چه میگه؟ آنانی که متقیان هستند،
آنانی که پرهیزگار هستند، آنانی که از خدا میترسند، وقتی وسوسه های شیطان به قلبشان میآید، وقتی وسوسه های شیطانی، اغوای شیطانی به قلبشان میآید، میخواهند گناه بکنند، تذکروا، ناگهان الله را یاد میکنند، الله را یاد میکنند. الله میگه فاذا هم مبصرون، وقتی الله را یاد میکنند چشمانشان باز میشود. یوسف کی را یاد کرد که از دست زلیخا نجات پیدا کرد؟ الله. چی گفت؟ الله. چی گفت؟ معاد الله. بلند چی گفت؟ معاد الله. پناه به کی میبرم؟ الله. پس ببین، من نگفتم وقتی یاد الله کردی شیطان فرار میکنه؟ و الا شیطان با زلیخا گد آمده بودن، همراه آمده بودن، رفیقی آمده بودند، پشت هفت در شیطان هم با زلیخا بود. اما وقتی یوسف نام الله را میگیرد، دیگر نه شیطان هست، نه زلیخا هست، نه درهای بسته هست، همه درها باز میشوند و شیطان منفجر میشود. نجات پیدا میکند یوسف. پس یاد الله شیطان را از تو دور میکند. چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک، چون گوی تو یا الله گویم به تو لبیک، این بنده نوازی ها جز حضرت ما را کو. ای عزیز دلم، یک وقت دیگه این جمله را من برات گفتم، اگر تو پدرت را دلش را بشکنانی، مادرت را دلش را بشکنانی، حتی همسرت را دلت را دلش را بشکنانی، اگر یک بار و دو بار و سه بار صدا بزنی جوابت نمیگن، خدا به کریمی اندازه. حتی پشت دروازه پدر بری بزنی میگه من تو را آق کردم برو، پشت دروازه مادر بری میگه شیر من نبخشیدم برو، ما گفته بودم فلانی کار نکن، الان کردی، دیگر تو فرزند من نیستی. و همسرت هم برایت میگه ای کاش تو را نمیگرفتم، بدبخت کردی مرا. گاهی وقت قهر میکنه میره خانه پدرش، اما به خدای آسمان ها، به خدای این کائنات قسم و سوگند که اگر 50 سال نافرمانی الله را کرده باشی، اگر 50 سال از الله دور خوابیده باش، اگر 50 سال سرکشی کرده باش، اگر 50 سال دشمنی کرده باشی، یک بار از ته دل بگوی الله، در آن واحد جوابت می آید لبیک عبدی، لبیک عبدی، بنده ام چی میگوی؟ من در خدمتم. وقت دوستت را، رفیقت را، همسرت را، خانواده ات را که از تو دور می شوند چقدر نگران می شی؟ آیا گاهی وقت فکر کردی الله از ما دور است چقدر نگران شدی؟ وقتی یک کسی از عزیزان و دوستان خود را از دست می دهی چقدر پریشان می شی؟ چقدر پریشان میشی؟ آیا ما فکر کردیم که الله را از دست دادیم پریشان نیستیم؟ دروغ میگیم پریشان نیستیم؟ دروغ گفتن الله را از دست دادن است، بی نمازی الله را از دست دادن است، ولی پریشان نیستیم؟ وقت رابطه ما با یکی از دوستان ما قطع میشود، زندگی ما تیره و تار میشود که چی کار کنیم تا این پیوند را دوباره وصل بسازیم؟ عزیز من، وقت ارتباط ما با الله قطع می شود چرا نگران نیستی؟ چرا زندگی ما تیره و تار نیست؟ به خدا قسم هر چیزی را که در این دنیا از دست بدی جایگزین و بدیل دارد، اگر الله را از دست دادی چیز جایگزین ندارد. این خلا را پر نمی کند کسی که الله را از دست داده است، این خلا را هیچ پر کرده نمی تواند. ولی اگر الله را داشتی شیطان فرار میکند. سوم فایده ی ذکر، الله با برکت ذکر قلبت را آرام میکند. چی میکند؟
قلبت را آرام میکنه. من به هر کدام مثال دارم از قرآن. الا بذکر الله تطمئن القلوب. آرامش در عربی دو تعبیر شده، یکی اطمینان و یکی سکینه. الله میگه الا بذکر الله، با خبر بندگان من میگه چقدر یاد میخوانم. الا بذکر الله تطمئن القلوب، بنده من وقت مرا یاد میکنی قلبت را آرام میکنم، قلبت را آرام میکنم. تفسیر قرطبی، تفسیر تبیین الفرقان، تفسیر طبری، تفسیر بحر المحیط، این چهار تفسیر زندگی ابراهیم خلیل را می آورد. جالب زندگی دارد ابراهیم خلیل، چه اندازه محبت دارد ابراهیم خلیل با الله. نمرود در سرزمین عراق قحط‌سالی می شود، قحط‌سالی می شود، تمام غلجات را از هر جای نمرود با زور جمع می کند، با قهر جمع می کند، بعدش دیوانی می سازد و سهمهای هر کسی را جیره بندی می کند. هر کس اگر می خواهد از گرسنگی نجات پیدا کند بیاید سهم خود را بگیرد و پول بپردازد و سجده هم به نمرود بکند. هر که وارد شهر می شد اول می آمد پیش نمرود، سجده به نمرود می کرد، عبودیت و بندگی خود را به نمرود ثابت می کرد که من بنده تو هستم، بعد سهم برایش می دادن و پول هم از پیشش می گرفتن. خانواده حضرت ابراهیم خلیل هم به فقر و فاقه و این قحطی مبتلا شده. ابراهیم خلیل حرکت کرد، آمد داخل شهر شد. وقت نزد نمرود آمد با سر بلند، با سر بلند، اون تعظیمی که نمرود میخواست، اون تعظیمی که نمرود از پیروان خودش میخواست و آرزو داشت، ابراهیم خلیل تعظیم را نکرد. نمرود قهر شد از این حالت، به ابراهیم گفت چرا به من سجده نمی کنی؟ ابراهیم گفت من به یک ذات سجده می کنم. بلند بگوییم من به او سجده می کنم. تو لیاقت پرستش را نداری، تو مثل من انسانی، من به ذات سجده می کنم که این کائنات را خلق کرده است. مناظره دارن حضرت ابراهیم خلیل و نمرود با هم مناظره کردن. من از مناظره میگذرم، میایم به اصل چیزی که من میخواهم. حضرت ابراهیم خلیل بعد از این که به نمرود سجده نکرد، ابراهیم را گفتن که از دروازه و دربار بیرونش کنن، هیچی هم برای ابراهیم ندهن. ابراهیم حرکت کرد بیرون شد. وقت از سرای نمرود بیرون شد، به صحرا که جلو رویش بود، به صحرا راه افتاد که به سمت خانه برود. در مسیر راه خریطه ای داشت، بوجی داشت. یک بار فکر کرد که ای ابراهیم وقتی به خانه بری فرزندان و همسر به تو نگاه کنن ببینن که تو چیزی نیاوردی، دلشان میشکنه، اونها گرسنه هستن، اونها انتظار یک لقمه نان میکشن. تمام خریطه خود را ابراهیم خلیل امام الموحدین از ریگ بیابان پر میکند و در دهن این خریطه را بسته می کند، حرکت می کند به سمت خانه. همین که نزدیکتر و نزدیکتر می شود، از دور می بینند که ابراهیم می آید و بوجی هم به پشت ابراهیم خلیل هست. وقت نزدیکتر می شود، خانواده پرسان می کند ای ابراهیم آمدی؟ میگه بله آمدم بخیر. چه آوردی همراه خودت؟ همه گرسنه هستن. میگه آرد آوردم، آرد. ابراهیم چون خسته و مانده شده از سفر طولانی را طی کرده است، می رود در گوشه خانه می خوابد. بعد از اینکه از خواب بیدار می شود، عبادت الله را به جا می آورد، می بیند که بوی نان در مشام ابراهیم می آید، صدا می زند امسرم این بوی نان از کجا می آید؟ بوی نان تازه است. همسرش صدا می زند ای ابراهیم این نان را از همون آرد که آوردی تهیه کردم. این نان را از همون آرد که آوردی من تهیه کردم. ابراهیم می داند که خدایم
آواز دل مرا شنید. خدا نمیخواهد بنده اش بی آبرو شود، خدا نمیخواهد بنده اش ذلیل بشود، خدا نمیخواهد بنده اش شکسته بشود. اگر بنده به سمت الله رفت، امکان ندارد بنده ناکام شود. جوان، ناکامی در مسیر حق نیست، ناکامی در مسیر حق نیست. ای برادر بی نهایت درگه است، ای برادر بی نهایت درگه است، بر هرچی میرسی بر وی میست. این درگه خدا، هر چقدر میخواهی رشد بکنی پیش بری، برو، راهی وجود داره. هر دیپلومی که از بالای دکترا ما فوق دکترا ما فوق دکترا ما فوق دکترا، هر چقدر میخواهی خدا برایت دیپلوم میدهد. پس باید یاد الله را داشته باشی، چون من گفتم سوم فایده ذکر قلبت را آرام میکند.